سامبله کف خیابونم ویار غذای کره‌ای کردم. امروز برنامه غذای کره‌ای، بیاید بریم مغازه آسیایی خرید مریض ریز بزنیم. نمیدونم، حواس نودل دارم. بریم مغازه آسیایی چی پیدا می‌کنیم؟ بریم خونه یه غذای خوب بخوریم. یه ولاگ آشپزی کوچولو داریم. حالا کوچولو ندارم، کوچولو بشه، بزرگ بشه، ولی خب همراهمون باشید که بریم خوب بخوریم. قرآن شهاب شمس یه جوریه. خودم به کار خودم خندم میگیرم. الان صحنه آخر اینجوری که دونشون دادم بهتون، انگشتم رفت تو چشم، چشم میسوزه خدا وکیلی. وای هوا خیلی خوبه و من این که پارک های محبوبمه، خیلی اسکیت بورد میکنن و بسکتبال بازی میکنن، خیلی پارک وای به بامزه‌ای داره. و الان سمت هانزاغین کلنیم و آره، اینه که رو سقف این آقاییه رو بعدا لازم دار میشیم برای تخته سرف و اسکیو این داستان ها. این هم ماشین خوبیه. خب بپریم بریم مغازه همیشه ای که هر چند وقتی بار سامالی میاییم و میدونی کجاست. خب چیه تخفیف داره؟ نودل تخفیف داره. میتونم کارم راحت کنم، این نودل های آماده بگیرم. هنوز مطمئن نیستم. میتونم از اینا بگیرم، اینا خود نودل باید درستش کرد، ولی اینا توش تمومه هم داره. میخوام ولی یه چیز درستابی درست کنم، امیدوارم که بتونم. خب بچه برنامه کاملا روی نودل بود و اومدم یه لحظه از بغل تاپوکی ها رد شدم و انقدر ویار تاپوکی کردم که نمیتونید تصور کنید. وای بعد کیمچی هم تخفیف زده. این چند وقته من کیمچی نخوردم، چقدر دلم کیمچی میخواد. کیمچی مثلا تو فاز ترشی خودمونه، ولی کره‌ای و توندم هست. خیلی کیمچی هستم. شعار شام شمس چی؟ هر سری میاد مغازه آسیایی هیچ وقت تکراری نمیشه. هر سری یه سری این هستی، هر سری بیاد یه سری جایی پیدا میکنه. اصلا فکر کنم چی هم نمیدونم، شبیه سرکه وینگران ده پشم شد. خوب تجهیز دارم، سرکه مثلا سرکه های مختلف هم دیگه، خیلی سرکه های خیلی سرکه متفاوت زیاد دارم. مثلا سرکه برنج خیلی استفاده میکنم تا اونجا پیدا دارم. اینا هم این کمپوت های عجیب غریبه. اینا باید سس سویا باشه که اتفاقا لازم دارم، خیلی وقت نگرفتم، داره تمام میشه. نه میام سس سویا. آها این اویستر سوسه بچه ها دیگه، اینا که توی آب زندگی میکنن، صدف های آبی، بوی زهمی داره که نمیتونی تصور کنی. اینا یکی این خیلی بوی بد داره، یه دونم چیز فیش سوسه که سوسش برای کیمچی اینا استفاده میشه، اونم خیلی زهره. نه و الک آسیایی همیشه خوشگله واسه هدیه دادن. مثلا اگه خواستید هدیه بدید خیلی خوشگل و نازن اینا، خیلی بس. اوه چقدر بد گذاشتمش، حواسم به که بوده این بود. حالا اینا باز اونقدر رخ ندارن، یه سریاشون خیلی رخ دارن، بزن پیدا میکنن. اینا نگاه بچه ها، ساکه یه نوشیدنی ژاپنی که گرم میخورنش، چقدر باحال. الکل یعنی میتونی نوشیدنی الکلیه، چقدر بسته بندیاش متفاوته. اوتکولو میمونه. وای این چیه؟ اینم سوچوره. اینم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، نه من دارم اشتباه میکنم. این چی تو گونیه؟ چه باحال بسته بندیش. اینا خدایی خیلی خوبم واسه هدیه. خورد قیمتش هم تمچین کم نیست، ولی خب بخواید به یکی حال بدید، ولی مثلا این خوبه نظرم واسه هدیه. خوشم اومد از این، بمزه بود. خب بریم خوره خوراکی هایی میخواستم. خارچه خوش شده. اینا مامانم از ایران برام آورده، صد که بچه یه مسقاله ها. اونا خارچه مختلف هم داره. اینم خارچه. این چیه؟ کاشی میدونستم این ها چجوری میشه خورد. میتونم سرچ کنم سری بعدی بیام ببینم چجوریه ها. دوست دارم کاشی این مغازه ها خراب نکنم. خب یه بتونی سم نشون بدهد برید یه بر نگیر. اینا همش باقلتیه بچه ها، گندست و چند کیلوه این الان فکر میکنم قشن دو سه کیلو اول و سه مایز دو کیلوه. دقیقا درست گفتم، یعنی دو سه به اون به بالاسته. اینم بچه ها، این نمیدونی چه چیز سمیه. از همون
ببینید این بابلی بابلی هست که بابام خورده بود، ویدیوش که بابام دادم حتما ببینید باحاله. ولی بابل تی از ریشه درخت تروپیکا درست میشه. نیاشو نگاه. چیز جالب بهتون بگم که انقدر بوهای عجیب غریب میاد، گلوم دوباره تحریک شده و حساسیتم زده بالا، دارم سرفه میکنم اینطور. برای اینکه بخوام خودم درست کنم سسشو طبق تجربه، خب از این سسای گوچوجان باید بگیرم. از این گوچوجانا میشه چیلی پیست اینا. خب و بعد با شکر و چیزای دیگه قاطیش کنم. این زمانی میصرفه که شما هفته یه بار یا دو بار بخورید. من سالی یه بارم نمیخورم. اگه بخوای تاپوکی خودت درست کنی، یه سری سس آماده داره الان براتون پیداش میکنم. اون سس آماده ها رو دیگه نمیخوادی بسته گنده بدید، مثلا واسه یه بعدی که میخواین درست کنی اون سس آماده ها میتونی استفاده کنی، یعنی پیداش بکنی. اینم سس زهره. خب سساشو جستم بچه، ببینید این سس تاپوکی الان همچین قیمتا ارزونتر هم نیست، یعنی مثلا خب نقیقتا گرون هم هست، ولی خب برای یه وعده این کامل آماده شده شه، یعنی فقط لازمه که با تاپوکی قاطیش بکنید و من حالا بس یه موقعی توش نودل میشه زرد، توش میتونید سبزیجات و اینا میزنید، اونم میره میگیره من اثر رو، ولی خب خیلی کار رو سریع تر میکنه با یه میزان صحیحی هم از شکر و اینا قاطی شده، یعنی اذیت نمیشه. در این مغازه آسیایی رفتید اینجوری بگیرید درست کنید. خب قانون نانوشته مغازه آسیایی چی میگه؟ میگه شما میای مغازه آسیایی بدون موگو موگو نمیری بیرون. موگو موگو مو بردارم بچه. چه گرمه. خنک‌تر اینو؟ نه. طالبیش هم خب من خیلی دوست دارم. یه طالبیش هست خنک‌تره. طالبی. ولی خب چون حس تست کردن چیز جدیدم زده بالا، الان میخوام چیز جدید تست کنم. اینو ندیده بودم قبلا. مال تمشکشه. تمشکشو تست کنم چه طعمیه. آره بچه، ولی سمتر از هر چیزی فریزرشه. ببینید چقدر با این الان 8 بار خیلی هم بدی میده دیگه، اینجا باید دیگه نمیدونم. اینا میگو هم همه، ولی خیلی بامزه و کیوت فریز میکنن. این هم ژله هاشونه که من خودمون تعمش همیشه. آره اینا نگاه کنیم چه نوع حیوانی بود فریزش کردن. این هم که این صابون مراقه هاست شکلیه باید هست و مراقه هم. خب این هم تیپیکال تبلیغ کره ایه. آره یه خوشمزه هست سوچون بچه، من چیزشون خیلی دوست دارم، توت فرنگیشون خیلی دوست دارم. محمود اون خیلی بعدش میاد تایلند، ولی اگه خوردید تو تنگ شد من امتحان بکنید. بیاین بریم صابون مراقبه بهتون نشون بدم. بچه نگاه خدا وکیلی اینا این صابون مراقبه میمونه، نگاه کنید خودش قشنگ. خب یه دونه این نودل های نصف آماده بچه، اینا رامن نودل نیمه آماده است، یعنی دست بزنید قشنگ نرمه ولی توش هیچ ملاتی نداره. این برام مثلا غذایی که میخوام بپزم که خودش سس داره عالیه، فقط اضافه میکنه میزان غذا رو و آره دیگه. و این هم قسمت اسنک هاست پس شا کلن اسنک های جنوب شرقی آسیا جنوب کلن این شکلی، اینجا این شکلی که یا شیرینن یا تندن یا شیرین و تند همزمانن، هیچ چیز شور و ترشی ندارن، اکثرا شیرین و تندن. و آره من یعنی مثلا اصلا باب مزاق ما نیست و همیشه هم مثلا این مثلا اینا که چینی ها خیلی میخورن خیلی بوی ماهی داره، بوی زهر داره، ولی خب الان اینو نگاه کنید تخمه اصلیه چین تیستی تویست بیر ناموسن. این دیگه چه سمیه، حالا این نمکیه مثلا جا، ولی ترهش قشنگیه، ولی اون از نوشابهیه فکر کنم. این هم که اصلا یه بسته بندیه کاغذی داره قشنگ از باستان میاد، چین باستان. نشد مجموع خرید داشتیم این چرا میشه. خب مجموع خریدمون شد 12 یورو. یه خورده سبزیجات هم لازم داریم که مثلا فکر کنم در مجموع کلا 15 یورو خرج این وعدمون میشه، ولی خب یه چیز سر و سنگینه. حتی این غذایی گرفتم، یعنی این میزان خرید کردم برای یه نفر نیست، این راحت برای سه نفره، ولی خب گوش نشید آقا شما. و حالا دارم میگم که فردا میخوان دو بیت خیلی تنده و مثلا دو بعد خوردنش کلا کار اشتباهیه. چی دارید امیری؟ خب رفیقمون پارک کردم اینجا، سانشاین رو درش بیارم از توی چاپارپا را بکنیم اینجا خوشگل بشینیم رفیقمون رو بخوریم. چه
آفتاب پایین برویی قشنگه، خیلی زیاد تو چش نمیزنه، در این حال ابری هم نیست. دوست دارم فازو هوای خنک. خب به نظرم دوچرخه اونجا میتونم دوبلو بذارم بشینیم یا موگو موگو ریز بزنیم. خب نه امروز کلا روز شاب شمس نیست بچه، گذاشتم اونجا دوربینو و نزدیک 2 دقیقه رفتم رو منبر دارم صحبت میکنم، برگشتم دیدم دارم با دوربین فرانت کامرا میگیرم، کیفمو داشتم میگرفتم گوشش تکی دادم. یه بار دیگه براتون توضیح بدم، آقا اینو باز کردم تست کردم، حقیقتا قیافم اولش اینجوری شد به خاطر اینکه تمش جدید بود و اولین بار که موقعی ترش دارم میکنم، ترش تمش حقیقتا با که ترش دوست دارم ولی زیاد مزاق من نمیخوره بهش و من هنوز کماکان طالبی نامبر وانم، واقعا طالبیش خوشمزه تر هست. داشتم اینو رفتم من بالا منبر اینو بگم که مثلا الان مثلا من اینو ورداشتم به عنوان چیز جدید، مطمئن بودم که مطمئن که نبودم ولی مثلا 80% می‌دونستم که اون قرار نیست بنداز طالبی بهم بچسبه، ولی خب در عین حال یه چیز جدید تست می‌کنم. برای امتحان کردن چیزای جدید زیاد پیکی نباشید، راحت امتحان بکنید. مثلا محمود خیلی پیکیه، گاز دوستای منه که تایلند مثلا اگه ولاگ تایلند ندیدید برید ببینید، مثلا اون که رفتیم رستوران کره با هم غذای کره خوردیم و خب خیلی بعد اون سفر تغییر کرد، به خاطر اینکه تا قبلی که وارد این بازه نشید که چیز جدید تست بکنید همیشه براتون یه جور کمیشه فاصله میگیرید، ولی وقتی یه خورده بیاین داخلش درسته که شاید تو اون لحظه فکر کنید دارین پولتون رو دور می‌ریزید یا نمی‌دونید چی می‌خوای بگیرید، خب وقتی می‌تونید اینو بهتر بگیرید چرا اون چیزی که دوست داری رو نگیری؟ این حرف کاملا منطقیه، ولی از این دید بهش نگاه کنید که این چیز جدید تست می‌کنید و مزاج هر فرد با فرد دیگه فرق می‌کنه، یعنی اگه کسی هم براتون تعریف کنه که خوشمزه نیست شاید شما بخورید و براتون خوشمزه باشه و خودش یه جرنی با مزه ایه. برای همین سعی کن پیکی نباشی، چیزای جدید حتما تست بکنید، خیلی باحاله. امیدوارم که با فرانت کامرا نگرفته باشم، درسته؟ درستی. بچه ها ببینید چه، این پل خیلی پل جذابیه، همیشه یه نمای خوشگلی از آسمون و آفتاب داره، خیلی قشنگه. ساعت چنده؟ ساعت 19:19 دقیقه است. عالی نوسه بود بریم خرید. بریم عالی. خب غذای آسیایی، غذای آسیایی بدون پیاز چه نمیشه؟ خوش رو بردم تمیز و شیل. خب این مورد اولی که لازم بود حتما. مورد بعدی که از اهمیت بالای حاضر حریر زیاد نمیخوام، فکر کنم آره ست بزنم بستش. اینو از این پیاز لازم کنیم بیشک، میبستم پیاز برمیداریم. خب سلام سلام، صد تا سلام آقا. از کارهایی که از حرکتایی که توی درست کردن غذای کره‌ای و کلا غذای آسیایی که دوست دارم که خود شما همیشه انجام میدن اینه که اسم پیاله میذارن این شکلی، همون اول کار چیزا رو که خرد میکنن ریز ریز تو پیاله ها پخش میکنن، خیلی وایب باحالی میده، یعنی حقیقتا در آخر اونقدر کار لازمی نیست، کار بایدی نیست و معمولا آدم حوصله باید داشته باشه این کارو بکنه، ولی امروز وایبش هست واسه همین خیلی درست حسابی میریم جلو. مورد اولی که میرم سراغش پیاز. بچه ها پیاز رو بایستی که اینجوری خرد کنیم، خلالی پیاز رو میزم اونجا، البته تش رو بزنم که سفتی رو نداشته باشه. مورد بعدی که توی سوپرمارکت من بعد از اینکه وسایل گذاشتم پولش رو بدم یه یادم افتاد قارچه، قارچه هم گرفتم چون چه توپولیه. بریم قارچه رو خرد کنیم. مورد بعدی اون هویجه، هویجه رو پوست بکنیم حتما، یا بهشون میگیرم. بریم هویج خرد کنیم. بچه ها یه تعدادی از هویج و پیازچه رو برای خوشگلی میخوام، واسه همین متفاوت میبردمشون، اونم اوریب. یادتونه چجوری سالادی میبردیم؟ سالادی ببرید.
میرم سراغ پیازشه، دو تا از این توپولیه بلاشو در میارم. خب پیازه رو بچه اینجا قطعش بکنید، اینو که به سمت پیازی هاشه برزید قطعه پیازا با هم میتونیم سرخشون بکنیم، و قسمت این ورو بزنم سر این ورشو، یه تعداد چوبسه خوشگلی میخوام، یک تعدادی هم برای خوشگلی. چجوری میباریم؟ این شکلی. قبلا بهتون یاد دادم تو غذای کره قبلی، اولیو سالادی این چه شکلی بریده میشه؟ زیاد لازم نداریم ازش حقیقتا، تعداد کمی بغل همین پیازا میام، بغل همین همی جای سالادی میذارم. خب زیر گازو تا زیاد میکنم، روغن سرخ کردنی تا داغ بشه. کاری که باید بکنیم، یه ظرف بردارید بچه، تا مایکرم داره داغ میشه و بقیه چیزا میخوام سرخ کنم، داوکی برمیدارم بازش کنم، و یه ظرف آب ولرم دارم و میریزمش داخل. همیشه یه دونه از این خوشگونا، یعنی که توش خوش نگرم داره، تو کفشن میذارن هم هست، حواستون باشه که میفته تو آب معمولا، ولی آدم درش باید بیاره کوش همین هاشتیرین اینه، این واسه اینه که خشک بمونه، اینو نپذید، حواستون باشه بندازید بره، مثل این هست که توی کفش میذارن که بونه گیره. خب آب بلرم همجور میمونه، کار خاصی قرار نیست انجام بدید. حاضرید؟ بچه همیشه توی سرخ کردن بر اساس میزان سفتی برید جلو، هر چقدر سفت‌تر میشه، یعنی هر چی جنستون سفت‌تره زودتر باید بیاد توی مایکروویو. الان پیاز که سرخ شد، مورد بعدی مسلماً هویج خواهد بود که باید بیاد توی مایکروویو. پیاز لازم نیست کارانیه بشه، یه خوره که نرم شد هویج رو بهش اضافه میکنم، چون که پروسه سرخ کردن طولانیه، اگه زودتر کالاری ملی بشه و زیادی سرخ شه، هویجی که میریزم پیازو شروع میکنه به سوختن. بچه غذایی که دارم درست میکنم وحشتناک تنده، ولی غذای خب محبوب من، غذای کره 80% تندن، ولی خب خیلی تند، بنازه فایر نودل تند نیست، ولی خب خیلی تنده، یعنی در حدی تنده که من فرداش دل درد میگیرم همیشه، ولی با این اوصاف میخورم چون که خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم و خب چاره ای ندارم. برای همین حتما اگه میخواید امتحانش بکنید، میدونید، ولی با دید این که غذای جدید دارید میخورید بی نهایت خوشمزه است، یعنی کل دنیا معروف تاپوکی که کلیش میگن داپوکی، یه غذای بی نظیر خوشمزه، ولی خب به شدت سپایسیه. توی این مرحله هویجا میاد تو کار، به این مرحله که رسیدیم بچه قرار نیست بپزم، باید فقط یه خوره تف داده بشم. اوپالا قارچ اضافه میکنیم، یه قارچم شناور شدن، زیر رو کنیم که قارچه برن زیر. بچه بهتون گفتم غذا برای 3 نفر راحت، ولی خب من خیلی قرار بخورم امروز و چون دارم برای کارآموزی که رفتم و 20 صفحه بنویسم برای دانشگاه تحویل بدم، شبا تا ساعت 2-3 صبح بیدارم و واسه همین مسلماً دوبار شام خواهم خورد، قراره که دوبار بسوزم. بچه از این مایتابه ها حتما برای خونتون بگیرید، یعنی دوای درد، دوای هر بساطیه، باش هر چیزی به راحتی میتونید درست بکنید و خیلی راحت هم میخوره، من خیلی دوست دارم، این واقعا مایتاب محبوب منه. یه حس غریبی داره دو دلم میکنه،
که من به غیر از خود دابوکی نودلم گرفتم لحظه آخری یادتون باشه که نودلم اضافه کنم یا نشون این نودل رو عملا واسه این که سیرم کنه گرفتم، ولی این دیگه این سیرم نکنه دیگه باید برم بالش بخورم حقیقتا. این همش داره آب میره، فکر کنم نودل رو باید اضافه کنم. بچه یه خوره که سافت شدیم اینقدر به این درجه رسیم تقریبا بنده 150 میل بهش آب اضافه میکنم. حالا این گفته 150 میل، من حقیقتا خیلی چشمی میرم جلو به خاطر اینکه رایس کیک هم بایستی که بهش اضافه بکنم. من این حالت یه خوره سوپی هم دوست دارم به خاطر اینکه بچه این کل اینو فکر نمی کنم اصلا بتونم اضافه، حتی تو زده خودش کلشه ولی خب وحشتناکه. سری قبلی مثلا من اینقدرش استفاده کردم مردم، ولی میخوام کلش استفاده کنم. این سری دیگه از اون این توبه میری همون توبه میری هانی خب بشه شما رو زکر میکنم. خب بچه تقریبا که به درجه جوش رسیدیم سس رو ازش اوپا بچه این سس خیلی زهره ها، حواستون باشه جایی نریزه مثل من الان اشتباه کنید. بوی 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 خیلی سس عجیبیه بچه این سس خیلی سس سمیه. لابلای کار دستون به چراش چهارتون نخوره. از این بذارید برای خودش جوش بیه. خب دوستان عزیز برای تاپوکی اصلی خب 150 میل بعد آب میریختین، یعنی انقدر و کل اون سس و اون رو خود کره‌ای‌ها هم که میخورن سوزشون میشه، خیلی تند میشه خیلی، واسه همینه برای من رنگم میخوره نارنجی شده و یعنی باید به قرمزی بذاره بیشتر. من این سبکی که قدیم درست میکردیم همیشه و راحت‌تر میتونم حذفش میکنم، کمتر دلرد میگیرم و به نظر من مذاق ایرانی هم بیشتر میخوره، ولی در مجموع اون طعمی که میخواهید رو بهتون میده مطمئنن. اگه میخواهید خیلی خفنش رو بخورید کم به آب بریزید، ولی خب دیگه حواستون باشه دیگه. خب تو این مرحله قشنگ میتونیم که دابوکی ها رو بهش اضافه بکنیم. این دونه دونه از هم جداشون کنید بریزید تو رفیقمون، بذارید که قشنگ خیلی نباید نرم شه بچه، نرمه له نباید بشه. حالا میرسیم به درجهش بهتون نشون میدم چه شکلیه. یه به یه درجه گاز زدنی تقریبا باید برسید و چون از این رایس کوخنا بچه اینا این کیک برنجی هست، جنس برنج هم برنج رو انقدر میکوبن که میرسن به یه بافت نرمولکی ازش اینو میسازن. اونا آسیایی خیلی همه چیشون خیلی روی برنج سواره، خیلی الکل برنجی و نمیدونم کیک برنجی و شیرینی برنجی و خیلی برنج خیلی باید برمیرن توی آشپزخونه شون. بیا دیگه ما که داریم همه کارونو میکنیم، همه چی رو ریختیم، این هم میریزیم که همه سیر شد به امید حق. تمامه بچه قامن توی دابوکی اصلا نیست، ولی خب من همیشه میذاشتم قامنو برای که بیشتر سیر میکنه آدمو و قشنگ حسابی پر پیمونش میکنه. موضوعی که هست بچه‌ها یکی از چیزایی که خیلی توی کیک برنجی هم هست واقعا توی ولی دابوکی استفاده میشه فیش کیک که میشه کیک ماهی که از جنس ماهیه و اینجوری ورقه‌ای این شکلیه، خوشمزه است ولی یه خورده بوی زهم ماهی داره که من دوست ندارم، ولی خب خیلی ولی توی دابوکی واقعا خوشمزه است، یعنی واقعا من همیشه میذاشتم، یعنی الان نمیدونم چرا نذاشتم زیاد تو ذهنم نمود، ولی خب یه بوی زهم ریزی داره که مطمئنن مذاق ایرانی دوستش نداره، ولی اینجوری این الان عطر داره فقط. خب بریم بچه ها ببینیم یه تست بکنیم چقدر دابوکی همون نرم شدن. موقع فشارش میدید با چاپستیک تقریبا معلوم میشه. ببینید این هنوز یه خورده دیگه جا داره، میبینید یه خورده که فشارش میدم باید بریده شه، الان تقریبا بریده شد ولی نه اونقدر، یه خورده دیگه مثلا 2-3 دقیقه دیگه تمومه. ولی ببینید چه اسمری شده اینجا. خب غذام آماده است، میخوام همین رو سروش کنم.
چون باید داغ توی کاسه یونیکورن شیما میخوام سرویس کنم. معلوم همه چی. آره همه چی معلوم. ای وای قلبم، وای مغزم. بچه این غذا رو من خیلی دوست دارم، این غذا رو من خیلی دوست دارم. نمیتونم بهتون میگم چقدر این غذا خوشمزه و تنده. اگر تند دوست دارید که خب عاشقش میشید، اگرم نبشت یه امتحان بدید حتما، یعنی واقعا ارزش رو داره، چون واقعا واقعا و واقعا خوشمزه است. خب یادتون اول این کار یه سری چیزا سالادی خورد کردیم، اونم این رفیقامون بودن، برای قشنگی کار بود و الان میاد وارد بحث میشه. اینم پیاز چهامونو که این شکلی بر خورد کردیم. و چی مهمه همیشه بهتون گفتم تو غذای آسیایی، ای گفتی اینو که امتحان داره، دقیقا کنچت خیلی حرف مهمی رو بیان میکنه در غذای آسیایی. داپوکیمون حاضره، بریم امتحانش کنیم. چقدر زیبا شده، میبینید؟ وای وای. خب سلام علیکم نگاش کنید. آخه وای من اینو چیکارش کنم، وای. خب رفقای ارجمندم جاتون کلی خالی. اول از همه ضربه اولو به خود داپوکی میزنیم. این کیک برنجی هم جوی گفتم برنج اقام میکوبم میشه این. بله نازم اتیار اینقدر تو خوشمزه ای تم خاطرات میده بچه ها قشن. چاتون کلی خالی، خیلی میچسبه. یه کنسنس، یه بافت جالبی داره، یعنی اصلا همچین بافتی ما تو غذاهای ایرانی اصلا نداریم، یعنی خیلی جدیده براتون، حتما امتحانش بکنید. هویج خام لایک ها میشست بقیقاتم. حواس انیمه سپریتد وی کردم، اون تو به فارسی ما بشونیم چیه؟ سرزمین اشبا. خیلی من انیمه رو دوست دارم، یکی اون، یکی هم مووین کسل هم خیلی دوست دارم ببینم. الان گفتم چقدر دلم خواست برم بکشم بشم نگاه کنم. خب بچه ها ببینید اینجوری ره، وای وای. اگر این کارتون که چقدر میم کارتون انیمه رو ندید حتما ببینید، خیلی خیلی کار قوی، من واقعا دوستش دارم. یکی میشه گفت معروف ترین انیمه ای که هست، یعنی از کسایی که انیمه رو نمیبینن اینو دیدن، خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم. مخصوصا با یه غذای وای پسر عقب کره ای اصلا یه چیز دیگه است، حتی اون ژاپنی این کره ای، ولی خب وای بهش میخوره. خلاصه دیگه الان ازم اشکال نگیرید. جاتون کلی خالی، خیلی چسبید امروز هم با هم همراه بودید، دمتون گرم. حتما غذا درست کنید با هم، همراه بشید با هم و این وای و وای شیر کنید، خیلی میچسبه، خیلی زیاد. غذاهای کره‌ای که درست میکنم بد نیستن، بلدم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.